بازگردیم به میهن فلک زده خودمون. ما وقتی که به تاریخ گذشته مراجعه میکنیم، همین نگرامی به یه مسئله میرسیم و اونه که مردان ایرانی همه یه کوشش و توان و فعالیت‌های خودشون رو گذاشتن در طول تاریخ برای اینکه یک خانواده خوشبخت داشته باشه، برای اینکه خانواده در رفاه باشه. حتی در پایین‌ترین سطوح مرد همه توان و کاراییش رو میذاشت، حتی سلامتش رو به خطر میداخت برای اینکه سلامت خانوادهش رو حفظ بکنه. شما کمتر میدیدید که یه مرد ایرانی اجازه بده همسرش برای مشارکت در سهم خانواده خودش رو به معرض نمایش، نه نمایش، کار منظورم کار کردن یه چیز دیگه است، ولی بیاد بره خودش رو به معرض نمایش بذاره و در امور غیر اخلاقی همسرش شرکت بکنه برای اینکه بتونه خانواده رو حفظ بکنه. اصلا در فرهنگ ایرانی در طول تاریخ هم چیزی وجود نداشته. این ناشی از تعصب نیست، بلکه این احترام به حریم خانواده است. در همه جای دنیا مرسومه. وقتی که یک زنی که به اصطلاح متأهله و همسر داره، بچه داره، میاد تنفروشی میکنه، این نشانه سقوط اخلاقی در این جوامع. اما زمانی این مسئله بیشتر به چشم میخوره که یه دولت مذهبی، یه دولتی که در رأسش آخوند نشسته، آخوند ده تومنی که روزه میخونده و الان شده رهبر مسلمانان جهان، به قول خودش شیعیان جهان، و این آدم هر حرفی میزنه یه آیه قرآن، یه روایت اینا رو میاره و حقنه میکنه بر مردم و دائم هم دم از اخلاق اسلامی میزنه که کثیف‌ترین نوع استبداد رو داره تو مملکت ما پیاده میکنه. همین آدم همه پیشرفت‌های جهان رو به سخره میگیره، آمریکایی‌ها رو مسخره میکنه، اروپایی‌ها رو مسخره میکنه، این سردارای قلابی و حلبی به دوششون هم مرتب میان میگن 45% آمریکایی‌ها هارون زدن، 50% نمیدونم اروپایی‌ها اصلا شرف ندارن. اینا جواب همه این حرفا رو این فیلم میده که در خود ایران تولید شده. نگاه کنید. از دختر 10 ساله تو این کار کاسته به تا زن 50 ساله متأهل و مجرد نداره، فرقی نیازه. آدم شاید از خواستای خودش بتونه بگذره. من شاید بگم که حالا با این مانتو 5 سال دیگه سر میکنم، ولی در مورد بچه‌م نمیتونم اینجور باشم. در مورد بچه‌م مجبورم خواستاشو برآورده کنم. تحصیل داره، رخت لباسش هست، بازیش هست، تفریش هست، سرگرمیش هست، کلاسای آموزشیش هست. و وقتی ببینم که در توانم نیست بکنم، مجبورم برم همخوابگی کنم. خیلی هست الان فکر میکنن زناشون کار میکنه. من دیدم مثلا به زنه گفته که من مثلا میاد صبح تا ظهر، مثلا تا بعد از ظهر بیرونه تو یکی از همین خونه های تیمی که از تو تهران که زیاده. الان میتونم بگم تو هر منطقه بالای 100 تا از خونه ها هست، خیلی زیاد شده. بعد اونجا هستش تا بعد از ظهر، بعد از ظهر میره خونه، پولش هم داره میبره خونه، خرج زندگیشو بخاطر که نداره، شوهر نداره، بخاطر کمک خرج شوهر بشه میگه رفتم کارمند شدم. هستن کسایی که متأهلن، شوهر دارن، بچه دارن، نمیتونن این بانه معاش بکنن، مجبورم برن خودفروشی کنن. من دارم دوستای خودم، شوهر دارم، بچه دارم، ولی رفیق دارم به خاطر فرق، برای که بچهش گشنه است. اگه کسی به خاطر احتیاج نباشه هیچ وقت نمیره هر شب بغل یه نفر بخوابه. اگر واقعا به خاطر عشق و حال زندگی کردن باشه با یه نفر میمونه، با 100 نفر نمیره. پس به خاطر احتیاج جنسی و اینا نیست، به خاطر احتیاج مالی و فقر مادیه که میره این کارا رو میکنه. هر شب شوهرش مثلا پول نداره اجاره خونه بده، این خیلی راحت میره در میاره از این راه، بعد میره میده شوهرش. شوهره هم مثلا به روی خودش نمیاره، چون نمیتونه به روی خودش بیاره. اگه بخواد حرف بزنه میگه تو از کجا آوردی، میگه به تو رفتی نداره، تو اگه میتونی برو در بیار. خانومی بود که من میشناختم، میگفت من هر وقت کار کنم، یعنی این کارو میکنم،
اندازه که احتیاج دارن، یعنی به اندازه اجاره خونم، اندازه خرج بچه ها، تا این حد کار میکنم. دیگه بیشتر از اون کار نمیکنم. احساس میکنم که اگه بیشتر از این کار کنم گناه داره. خانمی متأهل بود، خدا گواهه. بعدن که با من یه مقدار صمیمی شد، دیدش که میتونه من اعتماد کنه، حرفشو بزنه، میگو من یه بچه ناقص دارم. هزینه درمان بچه خیلی سنگینه. شوهر منم نمیگم آدمی نیست که تلاش نمیکنه، میکنه، ولی باز نمیتونه، در توانش نیدم تا پس این بخورش کنه. مجبورم برای اینکه غرور اومدم شکسته نشه بگم که من میرم اونجا جنس میارم، پول قرض کردم میرم اونجا جنس میارم، میام تهران میفروشم استفاده کنم، پول قرضم بدم. ولی میگفت میام اینجا. خب همین گرامی، من فکر میکنم به اندازه کافی این فیلم گویا بود. این فیلم در داخل ایران درست شده، همش هم مستنده. میبینید که کسانی که این حرفا رو زدن هم مردم عادی هستن، هم زنایی که در این مورد اظهار نظر میکنن صاحب نظرن، برای اینکه جزء تاسیسات کار در تاسیسات کار میکنن که برای کمک به زنان بی خانمان در حقیقت فعالیت میکنن. اما بگذارید، من همه یعنان گرامی امروز اصلا تصمیم داشتم در مورد مسائل سیاسی صحبت نکنم، بیشتر به انتخابات آمریکا بپردازم، چون من میدونم توجه بسیاری از وسایل ارتباط جمعی، چه رادیو، چه تلویزیون، چه روزنامه ها و چه سایت های مختلف یا چیزهای مجازی، همه متوجه انتخابات در آمریکا هستن و نتایجون. دلم میخواست چند تا از این چشمه صحبت‌های آخوندار رو در ایران و این که اینا تصور میکنن مردم ایران یه مردم عقب افتاده اصلا مثل خودشون و مزخرفاتی که سرهم میکنن به اسم دین برای شما بذارم. یکی از این آخونده اومده طرز گریه کردن دروغی رو داره به مردم یاد میده. من میخوام یکی دو تا از این فیلم ها براتون امروز پخش کنم در پایان برنامه که بهش توجه کنید، نگاه کنید. انسان باید کوری گریه دروغی بکنه که خداوند حتی اونم قبول کنه؟ نگاه کنید چی میگه. اقل هیئت گریه کنندگان رو بگیر، دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به سور به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. این مجاز یه روز به عنایت خدا واقعیت خواهد شد. فرمود انقدر من دوست دارم اشک شما رو که اگه الکی هم گریه کنی من خدا باور میکنم بهت مزد میدم. لا اله الا الله. یه عده شیاد دیگه، کاری دیگهش نمیشه، هیچ اسمی دیگه نمیشه گذاشت روش. همین الان حالا یکی دیگه از این آخونده هستش که راجع به اقیانوسایی که متعلق به سنیاس آبش تلخه و چشم سارها و دریاهایی که آب شیرین متعلق به شیعیانه دورفشانی کرده، اونم نه توی منبر بلکه روی صدا و سیمای منحوس جمهوری اسلامی. گوش کنید. همین الان هر معدنی که ولای امیرالمؤمنین قبول کرد به تعبیر طلا ارزشمندتر شد. اولین معدنی که از فلزات و عناصر ولای امیرالمؤمنین قبول کرد طلا بود، یا مثلا اول سنگی یا اول کوهی که ولای امیرالمؤمنین قبول کرد کوه عقیق بود. ما تو دریا آب شیعه داریم، آب سنی داریم. تو دریاها آبهایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردن و شیرینه، اقیانوسهایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نکردن و تلخ و شورن. هواها هم همینطورن، هر کدوم خواص. یعنی آدم بعضی وقتا که این برنامه ها رو نگاه میکنه شک میکنه که واقعا داره خواب میبینه. اینا مردم رو چگونه تصور کردن؟ اینم این مردم باهوشی که برای این معلم قرآن، این آقای طوسی،
این تجاوز کرده به 11 تا 12 تا بچه‌ای که رفتن قرآن یاد بگیرن، نمیدونم اذان یاد بگیرن. نور چشم رهبری هم هست این مرد. همه مدارک و اسناد وجود داره، شاهدان هم وجود دارن که آمدن تایید کردن که آقا این عمل انجام شده، شکایت هم کردن. 5 سال هم طول کشیده. خب بعد ناگهان پرونده رسیده دست یه آدمی دیگه که خود این یه موقع رئیس زندان بوده، رئیس زندانهای ایران بوده، آقای سلیمانی نامی است. بعد توی زندان کار خلاف کرده، عده زیادی از زندانیان رو داده کتک زدن، حتی چنون مجروحشون کرده بردن بیمارستان، بعد زده زیرش گفته این زندان برای اینا آسایشگاست، برای اینا هتل، بیان ببینین اینا، ولی نشون نمیده، همینطور میگه. شده دادستان کل. بعدم پرونده رفته زیر دست این، از بیت رهبری بهش گفتن آقا پرونده رو ندیده بگیر، پرونده رو گذاشته توی کشوی خودش و اجازه نداده کسی دیگه نگاه کنه. خب این دادگستری که آقای صادق لاریجانی دیروز میگفت در همه امور میتونه انتقاد بکنه و آقای حسن روحانی حرفای میره پیش رهبر میزنه میگه که آقا جلوی مطبوعاتی بگیرین، میاد البته اینم درست میگه، پشت سر میدونم از آزادی حرف میزنه، ایشون گله میکنه، بگذاریم حالا از این حرفا. اما در این دادگستری جمهوری اسلامی همه اینا ندیده گرفته میشه و همه اینا از بین میره. اما یکی دیگه هست، یه آخوندیه که میگه امام زمان مورد خشم استکبار جهانیه و بارها امیر داره اینو، این مهدی توی این خونه اون آخوندی که اینو گفته من گذاشته بودم تو این. حالا اگه امیر پیدا کرد که پخشش میکنیم، وگرنه من براتون تعریف میکنم. آخونده رو منبر میگه که در عراق موقعی که لشکریای آمریکا وارد شدن، خونه به خونه در میزدن، میگفتن مهدی تو این خونه، لهجه مشهدی هم داره. میدونین چرا؟ عقب امام زمان میگشتن نابودش کنن و این دستوری بود که از بالا بهشون راجع بودن. این آخوند همون آخوندیه که میگفت 1,000,000 نفر از سیاه‌پوستا آمدن تو خیابون در آمریکا و دولت اینا رو بس به گلوله و مسلسل و عده زیادی هم کش، ولی سرصداش در نیومدن. میدونی اینا چی میخواستن؟ اینا آمده بودن گفتن ما یه حکومت میخوایم مثل حکومت جمهوری اسلامی. همین مردک اینو تعریف کرد. حالا اینجا میگه، حالا یه دفعه دیگه هم اگه پیدا کردیم برای تو پخش میکنیم، میگه میومدن در میزدن گفتن مهدی تو این خونه، که مهدی رو بگیرن، مهدی رو بگیرن و مهدی رو سربنیست کنن، چون تشخیص دادن مهدی اگر بیاد عدالت رو برقرار میکنه. از این صحبتی هایی که فقط خود اینا میگن و خودشون هم باور دارن، چون دروغ میگن، آدم های کمحاف دروغو هم معمولا کمحافظه هستن. برنامه من به همینجا به پایان رسید همین انانی گرامی، امیدوار